درود به همگی. اگه علاقه‌مند به داستان‌های ترسناک، رمزآلود و ماوراءالطبیعه هستید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از آپلود آخرین داستانامون با خبر بشید. صدای ما رو از رسانه امین مجنون میشنوید و ما هیچ ادعایی بر واقعی بودن داستان‌ها نداریم. گوش فرا میدیم به این داستان. حوالی دی بود. ساعت از 12 شب گذشته بود. طبق معمول همه زمستونا من داشتم راه میرفتم، مثل همیشه بدون مقصد. پالتوی کهنم تنم بود، بوتای کتم پام، بوتایی که داییم باهاش چند سال توی یه کارخونه کار کرده بود و خوب که کهنه شده بود اونو به من داد، چون میدونست زمستونا تو خونه بند نمیشم. همیشه به مادرم که نگران شبگردی های من بود میگفت ارژنگو به حال خودش بذار، دنیا پدرشو ازش گرفته، بذار ما دنیا رو ازش نگیریم. دیگه بیکاری اذیتم نمیکرد. یک سال بود که خرج مادر پیرم و داییم میداد که تهمونده اون یه ذره احساس مسئولیتی که من نسبت به مادرم داشتم توم بمیره. من خیلی خیابونا رو دوست نداشتم، البته تا زمانی که توش آدم میدیدم. من عاشق راه رفتن نبودم، بلکه فقط از رخت خوابم متنفر بودم. رخت خوابی که وحشتناک ترین کابوسا رو توش میدیدم. امترین نقطه آسایش روانی برای یک بیزار از دنیا خوابه، اما خواب هم با هم دشمنی داشت. دیگه این آخریا اگه کابوس نمیدیدم جای تعجب داشت. تو کابوسای من همیشه یه رئیس خبیث حکمرانی میکرد و یه دسته و گروهی که قصد نیمه جون کردن منو داشتن حضور داشتن. اونا منو در حد مرگ میترسوندن، اما لحظه آخری که در آستانه مرگ بودم ولم می کردن. تو بعضی از کابوسا این دسته و گروه به لشگر تبدیل می شدن، اما در هر حالت رئیس همون موجود خبیث بود. قیافه ثابتی نداشت، هر دفعه تو هر کابوس یه قیافه متفاوت داشت. تو بعضی از کابوسا در طول کابوس چهرش تغییر می کرد و تو همه کابوسا غیر از رئیس خبیث و گروه و دسته و یا لشکرش بلا استثناء یکی بود که می دونستم هست اما نمی دیدمش. تو طول کابوس می شناختمش، انگار همه عمر کنارم بود، اما وقتی بیدار می شدم هر چقدر تلاش می کردم یادم نمی اومد کیه. با وجود این که اون حس آشناییت هنوزم تو وجودم بود، حتی الانیم که دارم ماجرامو تعریف می کنم اون حس آشنایی نسبت به اون نفر سوم باهامه. بوتای دایم رخ داغونی داشت، خیلی سفت بود، زود پامو خسته می کرد، اما گرم بود. پاهام همیشه گرم بود، برعکس دلم که از عالم و آدم سرد شده بود. همینطور که درد راه رفتن و تحمل می کردم یاد پدرم افتادم. پدری که حافظ می خوند، درویش بود، با رفقا شب شعر داشتن. اونا معرفت داشتن، ادب داشتن، انسانیت داشتن. یادم بعضی از دوستای پدرم دستی در علوم غریبه هم داشتن. من برخلاف میل باطنیم هیچ وقت نتونستم دوستای پدرم رو زیارت کنم. پدرم خیلی زود بار سفرش رو بست و منو توی این دنیای پر زرق و برق و بیرحم با مادرم تنها گذاشت. انقدر خودم رو باخته بودم که حتی توی تخیلاتم هم دیگه ثروتمند نبودم. من هر شب از جلوی یه قبرستون قدیمی رد می شدم که تقریباً 40 سال بود که تو اون قبرستون جواز دفن صادر نمی شد.
چند بار دیدم که یه مرد قوی هیکل و درشت‌اندام از بالای در آهنی اون قبرستون میپرید و میرفت تو. گاهی تو مسیر میدیدمش. یه بارم هول و هوش ساعت 5 صبح وقتی داشتم برمیگشتم خونه، پشت میله های در آهنی قبرستون دیدمش که با چشمانی درشت و ترسناک در حالی که دو دستی میله های در رو گرفته بود به من زل زده بود. یادمه چند ثانیه باهاش چشم تو چشم شدم، اما اینقدر نگاه وحشتناکی داشت که رومو کردم اونور و به راهم ادامه دادم. وانمود کردم که نترسیدم، اما حقیقتا نزدیک بود زهره ترک بشم. اون شب طبق معمول از جلوی اون قبرستون رد شدم. خیلی عجیب بود، در قبرستون باز بود. حس احمقانه کنجکاویم گل کرد. راستش از مرده و قبر و قبرستون نمی ترسیدم، اما از احتمال دیدن دوباره چشمای از حدق در رفته اون مرد عجیب می ترسیدم. یه حسی می گفت برو توی قبرستون، قرار زندگیت برای همیشه عوض بشه. به این حس اعتماد کردم و پا به قبرستون گذاشتم. ظاهراً همه چی آروم بود، هوا صاف بود، بادم نمی اومد، سکوت مطلق حد فرما بود، اما جو به شدت سنگین بود. حدود 50 متر که از در ورودی دور شدم، ناگهان در قبرستون با شدت تمام بسته شد. سری برگشتم به سمت در خروجی دویدم. تموم هدفم این بود که به در برسم و از بالاش خودم رو پرت کنم تو خیابون. 2 قدم بر نداشته بودم که یکی از پشت لباسم رو کشید و سرعتم رو گرفت. حتی جرأت نکردم برگردم ببینم کیه. بازم زور زدم که از این مهلک فرار کنم که این دفعه جفت پاهم قفل شد. بعدش دستان و نهایتاً فکم. انقدر دندونامو محکم به هم فشار می دادم که اگه زبونم لای دندونام بود قطعاً قطع می شد. تصمیم گرفتم مقاومت نکنم. حس می کردم بهتره با اون آدم یا اون موجود یا نیرو یا هرچی که بود مدارا کنم. به هم ثابت شده بود که انقدر قدرت داشت که اگه می خواست زنده نباشم تا الان زنده نبودم. یه نفس عمیق کشیدم. صدای زیبا و دلنشین یه زن رو از پشت سرم شنیدم که گفت آروم باش، نمیخوام بهت آسیب بزنم، میخوام کمکت کنم. انقدر صداش قشنگ بود و انقدر لحن لطیفی داشت که دلم آروم شد. فکم شل شد، دست و پاهم رها شد. دیگه نمیخواستم فرار کنم، اما جرأت اینم نداشتم که برگردم و پشت سرم رو نگاه کنم. شاید 10 دقیقه رو به در خروجی بدون حرکت ایستادم که باز اون زن گفت برگرد و به سمت ته این راه رو حرکت کن. من مشکلی با رفتن به انتهای راه رو نداشتم، فقط نمیخواستم اون زن رو ببینم. چند ثانیه با این فکر کلنجار رفتم که گفت برگرد، پشیمون نمیشی. آروم برگشتم با چشمای بسته. وقتی برگشتم خیلی آروم چشمامو باز کردم. خیلی عجیب بود، هیچ کسی اونجا نبود. دوباره اون صدا از پشت سرم گفت آفرین، حالا برو سمت دیوار ته راه رو. انگار رو به هر سمتی که وای میستادم صاحب اون صدا پشت سرم قرار داشت. راه افتادم. تو اون تاریکی حتی دیوارم به خوبی دیده نمی شد. به چند متری اون دیوار که رسیدم اون مرد رو دیدم. اون مرد قوی هیکل که از روی در آهنی قبرستون می پرید و می رفت تو. انگار یه عمر منتظر اون لحظه بود. همونطور که اون زن گفته بود رفتم و به دیوار رسیدم. پشتم و به دیوار کردم و بهش تکیه دادم.
ولی حتی یه ثانیه هم به اون مرد نگاه نکردم، چون یه بار طعم تلخ چشم تو چشم شدن با اون مرد رو چشیده بودم. نزدیکم شد و شروع به حرف زدن کرد. صداش خسخس داشت. وقتی حرف میزد کامل صداش در نمی اومد. به هم گفت تو نداشتی، پدر نداشتی، برادر و خواهر نداشتی، شانس نداشتی، عالم با تو غریبه بود، آشنا نداشتی. امشب شبیه که به کرم پادشاه تو دارا میشی. یه بقچه به هم داد، به هم گفت این پیشت باشه تا 40 شبانه روز بازش نکن. باید شبگردی هاتو تعطیل کنی و 40 شبانه روز بمونی توی خونه. بعدش میتونی شبگردی کنی، ولی دیگه مجبور نیستی با پای پیاده و تنها این کار رو بکنی. دورت پر آدم میشه. بعدش یه تیک پارچه که یه شی سفت توش بود به امداد و گفت تو این 40 شبانه روز این همراهت باشه. تو این 40 شبانه روز یا نرو هموم، یا اگه رفتی طوری خودتو بشور که این پارچه خیس نشه. گفت بعد از اتمام اون 40 شبانه روز شبانه این بقچه رو میاری توی همین قبرستون رو بازش میکنی و کنار قبری که بهت نشون میدم چال میکنی. بعدش میتونی پارچه رو بذاری توی کیف پولت. البته اگه جا برای گذاشتن پارچه تو کیف پولت وجود داشته باشه. آخر سرم یه قبر بهم نشون داد و رفت. تو تمام این مدت حتی یه لحظه هم به صورتش نگاه نکردم، چون میدونستم اصلاً چهره جذابی نداره. راهمو کشیدم و رفتم سمت خونه. تو تمام شب به اتفاقات پیش اومده فکر میکردم که قرار چی بشه. خیلی نگران بودم، اما با خودم گفتم زندگیم که از این بدتر نمیشه. 40 شبانه روز در حال سپری بود. تو اون مدت 40 بار مادرم گفت ارژنگ پاشو آماده شو و از خونه برو بیرون، میپوسی تو خونه مادر، برو بیرون، من نگرانتم. همون مادری که از بیرون رفتنای شبانه من نگران بود. چند بارم داییم اومد تا ببینه چمه. بنده خدا فکر میکرد عاشق شدم. منم هر بار یا میپیچوندمشون یا خیالشون رو راحت میکردم که بادمجون بم آفت نداره. 40 شبانه روز گذشت. شب موعود فرا رسید. به اون قبرستون رفتم و دقیقا مثل همون شب در آهنی قبرستون باز بود. به اون قبر مراجعه کردم، زمینو کندم و بقچه رو باز کردم. محتویات توی بقچه ترسناک ترین چیزی بود که تا اون لحظه دیده بودم. یک دسته موی بلند آدمی زاد، 33 تا استخون بند انگشت انسان، یک پارچه خونی، یک تیک پوست که روش خالکوبی عدد 40 بود که زیر اون عدد 40 اسم مادرمو نوشته بود. همه اینا به اضافه یک کاغذ پر از خطوط و حروف عجیب و غریب. با اشتیاق و هیجان کامل این اشیا رو دفن کردم. کاملا به نتیجهش امید داشتم. با بیلچه توی دستم آخرین خاک رو روی مدفن ریختم. بعد از ریختن آخرین خاک یه باد شدید شروع به وزیدن کرد. سرمو نگرفتم بالا، اما مطمئن بودم دوروبرم چند نفر هستن که دارن به من نگاه میکنن. آهسته سرمو آوردم بالا. 11 تا موجود بالای سرم ایستاده بودن. 11 تا موجودی که نمونه‌شون رو فقط تو خوابام دیده بودم. اونا شروع کردن با هم حرف زدن، اما به زبان عربی. خیلی عجیب بود. من میفهمیدم دارن چی میگن، و از اون عجیبتر جوابای من بود که به زبان عربی میدادم. به خودم اومدم که دیدم میتونم به 8 زبان دیگه هم حرف بزنم. 2 سیلی محکم به خودم زدم
که اگه خوابم بیدار شم. اما اینا خواب نبود. بعد از اون شب هر صبحی که بیدار می شدم یه مهارت جدید بلد بودم. انقدر مادرمو می خندوندم که از خنده دل درد می گرفت. اونا به هم یاد دادن تا چجوری پول درارم و چجوری پولی که درآوردم و در کمترین زمان ممکن چند برابر کنم. اونا به هم یاد دادن تا چجوری ثروتمند بشم. توی یه مدت کوتاه اینقدر پول درآوردم که تابستون مادرمو بردم مالدیو. هر کسی از اطرافیانم هر خواسته‌ای که داشت برآورده می‌کردمش. اون موجودات حتی نحوه رفتار کردن عادی رو به هم یاد می‌دادن. چون تو چند روز اول همه فکر می‌کردن من متوهمم و دارم با خودم حرف می‌زنم. توی یکی از مسافرت‌هایی که با مادرم بودم اون پارچه ها رو از جیبم در آوردم تا بذارمش توی کیف پولم. اما اینقدر تو کیف پولم دلار داشتم که جایی برای گذاشتن اون پارچه نمونده بود. یاد حرف اون مرد تو قبرستون افتادم و از خوشحالی اشک ریختم. همه چیز داشت عالی پیش می رفت. دخترای زیبا از سر و کولم بالا می رفتن. تو بالا شهر یه خونه لوکس برای خودم خریدم. صبح پای لپتاپ پول در می آوردم و شبا تا می تونستم عشق و حال می کردم. تو خونم کلکسیون کفش داشتم. کفشایی که بی اندازه نرم و سبک و راحت و قشنگ بودن. اینقدر جردن خریده بودم که دوستان منو ارژنگ جردن صدا می کردم. حدوداً یک سال گذشت. یک روز که از خواب بیدار شدم و منتظر یه تغییر جدید بودم دیدم اون 11 رفیق پنهان همه سیخ وایستادن روبروم و بدون گفتن حتی یک کلمه با نگاهی سرشار از جدیت و خشم به من زل زدن. اون روز اونا ازم خواستن وحشتناکترین کاری که یه انسان میتونه انجام بده رو انجام بدم. اولش مخالفت کردم اما چنان بلایی سرم آوردن که با التماس بهشون گفتم انجام میدم، فقط راحتم بذارید. اون کاری که اونا ازم خواستن به قدری هولناک و غیر انسانی بود که فکر نکنم کسی در طول تاریخ بشر این کارو کرده باشه. یک جنایت کامل، یک فاجعه به تمام معنا، یک سقوط و یک عذاب بی انتها. من برخلاف تمایل تک تک سلولام اون کارو انجام دادم. تاریکی به وسعت آسمان شب وجودمو فرا گرفت. احساس می کردم یک سیاه چاله بزرگ توی وجودم شکل گرفته که با قدرتمندترین جاذبه جهان هستی تمام شرارت و سیاهی عالم رو درونش میبله. فقط میتونستم گاهی به پدرم فکر کنم. تو تک تک لحظه هام به این فکر میکردم که خودم رو خلاص کنم از این زندگی نکبتی. اما از ترس این که در زندگی بعدی ارواحی که بهشون مدیونن به استقبالم بیان منو از این کار منصرف میکرد. حتی روی کمک خواستن از خدا رو هم نداشتم. اون 11 موجود مثل پروانه دورم میچرخیدن و گوش به فرمانم بودن. حتی یه لحظه هم ازم جدا نمیشدن. اما من دیگه چیزی از این زندگی نمیخواستم. ازشون خسته شده بودم چون همه جا با هم بودن. یه روزی از همین روزا اینقدر گریه کرده بودم که نمیتونستم چشمامو باز نگه دارم. توی 2 پوست و استخون شده بودم. زنگ در خونم به صدا در اومد. مطمئن بودم مادرمه. بدون اینکه به صفحه مانیتور آیفون نگاه کنم درو باز کردم. تصمیم گرفتم همه چیو به مادرم بگم. عجیب بود. هیچ کدوم از اون 11 دعا
دوروبرم نبودن. بعد از یه مدت طولانی خودم با خودم تنها شدم. شدت گریه باعث شده بود چشامو ببندم. صدای پا، صدای وارد شدن یکی به خونمو شنیدم. اما اون صدا، صدای کفشای مادرم نبود. اون صدا، صدای راه رفتن یک مرد بود. یک مرد که با گیوه راه میره. شستم خبردار شد که این شخص همون کسیه که تو قبرستون قدیمی دیدمش. اما در کمال شگفتی یک پیرمرد ریش سفید رو دیدم. گفت ارژنگ نه ترسمو، با هم درستش میکنیم. به زور چشامو باز کردم و گفتم شما کی هستید؟ گفت من ابراهیمم، دوست پدر خدا بیامرزت. یاد تعریفای داییم از یه رفیق پدرم افتادم که میگفت بابات یه دوستی به اسم شیخ ابراهیم داره که لشکر جن داره. ناخودآگاه گفتم شیخ ابراهیم؟ گفت بله جوون، پاشو دست رو تو آب بزن که خیلی کار داریم. پایین خونه یه بنز قدیمی با یک راننده منتظر ما بود. سوار ماشین شدیم. دلم میخواست همه چیو برای شیخ ابراهیم توضیح بدم، اما جلوی راننده نمیشد لبتر کنم. یهو شیخ ابراهیم برگشت و گفت همه چیو میدونم، نمیخواد چیزی بگی، فقط بدون من اینجام تا درستش کنم. هیچی نگو. با اون ماشین مستقیم رفتیم اون قبرستون قدیمی. اولین بار بود که داخل اون قبرستون رو تو روز میدیدم. راننده تو ماشین موند و ما پیاده شدیم و رفتیم درست سر همون خاکی که کنارش محتویات چندشاور اون بقچه رو دفن کرده بودم. شیخ ابراهیم بهم گفت بکن. منم شروع کردم به کندن. همه اون آتشقالا رو از دل زمین در آوردم. با هم رفتیم خارج شهر. یه رودخونه پر آب و یه دره عمیق. شیخ ابراهیم یه آتیش روشن کرد و بهم گفت تو کنار رودخونه وایسا، دونه دونه این اشیا رو بنداز توی آب. همینطوری که من داشتم دونه دونه اون آتشخالا رو با نفرت تمام مینداختم توی رودخونه، شیخ ابراهیم زیر لب یه سری کلمات نامفهوم میگفت و با یه چوب که از رو زمین برش داشته بود به آتیش ضربه میزد. با انداختن هر کدوم از اون وسایل توی آب رودخونه صدای جیغ می اومد. صدای جیغ هم نوعان اون 11 تا نارفیق. با تمام وجودم داشتم درک می کردم که همشون دارن به درک واصل می شن. بعد از اتمام کار من احساس می کردم دوباره متولد شدم. خودم مثل پر کبوتر سبک شدم، اما هنوز وزن گناهام سنگین بود. ما به سمت خونه پدریم در حرکت بودیم. یادم توی راه هیچی نگفت، فقط یه قرص سردرد از جیبش در آورد و تنها حرفی که زد این بود که به راننده گفت از یه مغازه براش آب بگیره که بتونه قرصشو بخوره. جلوی در خونه پدریم از ماشین پیاده شد و به هم گفت ارژنگ از اینجا به بعدش دیگه من وظیفه‌ای ندارم، فقط بهت توصیه میکنم بری سراغ خانواده هایی که داغدارشون کردی و ازشون حلالیت به طلبی. از هیچی هم نترس، اتفاقی که باید بیفته میفته. اینو گفت و رفت. وارد خونه مادرم شدم. یه گوشه تو حیاط نشستم. چشمم به زیر زمین افتاد، به وسیله های پدرم. وارد زیر زمین شدم. رو یادگاری های پدرم دست می کشیدم تا از شدت حال خرابم کم کنم. رومو که برگردوندم بوتای کت سفت و درب و داغون داییمو دیدم، بوتایی که باهاش قدمای کیلومتری بر می داشتم. احساس کردم به اصالتم برگشتم، به ارژنگی که گمش کرده بودم. بوتا رو بغل کردم و بو کشیدم و زار زار گریه کردم.